سرخط مهمترین های امروز. فرمانده جدید برای ماموریت نظامیان خارجی در افغانستان. جنرال نیکلسن بر نابودی هراس افغانان در کشور تاکید می کند. حضور رهبری طالبان با خانواده هایشان در خاک پاکستان. مشاور نخست وزیر پاکستان می گوید اسلام آباد به اندازه کافی بر طالبان نفوذ دارد. اشتیاق ترکمنستان برای نقش بازی کردن در صلح افغانستان. ترکمنستان گفته است که برای آوردن صلح با دولت افغانستان همکاری می کند. توافق شوی چه ترکمنستان به افغانستان سره د صلح د تخت په برخه کې او د صلح د تامین په لوزلو کې د افغانستان دولت کوي. و وصیتنامه پرسش برانگیز رهبر پیشین شبکه القاعده. بن لادن وصیت کرده بخش زیاد ثروت 29 میلیون دلاریش در جهاد مصرف شود. خانم خدا سلام بر شما و مهمترین ها از یک در شام چهارشنبه با من رو فجمن خوش آمدید. جنرال جان نیکلسن به عنوان فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به کارش آغاز کرد و ماموریت 18 ماهه جنرال جان کمپل به پایان رسید. جنرال نیکلسن تاکید میکند که نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی در همکاری با یکدیگر هراس افغانان را در این کشور نابود خواهند کرد. همزمان جنرال جان کمپل میگوید که افغانستان سال سخت پیش رو دارد، هرچند نیروهای امنیتی افغانستان توان مهار فعالیت هراس افغانان را دارند. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. مراسم معرفی فرمانده تازه نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. جنرال جان کمپل پس از 18 ماه ماموریت به حیث فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز جایش را به جنرال جان نیکلسن داد. در این مراسم رئیس اجرایی حکومت، مسئولان کنونی و پیشین نهادهای امنیتی کشور و جنرال دان فورت رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم حضور دارند. همزمان جنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان هم در این مراسم حضور یافته است. جنرال جان کمپل میگوید که پیش برد ماموریت افغانستان دشوار است و افغانستان سال سخت را پیش رو دارد، اما او تاکید دارد که به توانایی نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان دارد. با تغییر فرماندهی سیاست ما در افغانستان تغییر نمی کند. ما متحد به کمک و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان هستیم. ما هر روز از خود میپرسیم که چگونه می شود کار بهتر برای افغانستان انجام شود. در پاسخ در میابیم که تنها راه رسیدن به هدف تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است. همزمان جنرال جان نیکلسن تاکید دارد که نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی در همکاری مشترک با همدیگر هراس افغانان را نابود خواهند کرد. سالها قبل پناهگاه های امن برای هراس افغانان در افغانستان وجود داشت، اما اکنون از بابت کار و تلاش و فداکاری نیروهای افغان و خارجی این پناهگاه ها به گونه ای که در گذشته بود وجود ندارند. من حرف های زیادی برای آینده افغانستان دارم، اما آنچه که باید بگویم این است که من شما هراس افغانان را می شناسم. شما درد و رنج بیشماری برای مردم افغانستان داده اید. نیروهای امنیتی افغانستان با دوستان بین المللی شان قهرمان جنگ هستند و امروز توجه ما بر شکست و نابودی شما خواهد بود. مردم و دولت افغانستان قدر فداکاری ها و قربانی های شما را می دانند. من باور دارم که نیروهای مشترک می توانند صلح و ثبات و امنیت پایدار در افغانستان را که نیاز مردم افغانستان است تامین کنند. جا دارد از کار و تلاش جنرال کمپل قدردانی کنم. او در لحظات بسیار دشوار افغانستان را کمک کرده است. امیدوارم تعهد جنرال نیکلسن هم مانند کمپل نسبت به افغانستان و نیروهای امنیتی نیرومند و قوی باشد. نیکلسن در حال فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان به دوش می‌گیرد که پیش بینی می‌شود بهار پیشرو فصل سخت جنگی در کشور خواهد بود. در حالی که ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پایان یافته، اما شدت نبردها در فصل سرما سبب شد تا آمریکا صدها نیرویش را به ولایت هلمند بفرستد و نیز به گونه قوی از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی هوایی کند.
مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان میگوید رهبری طالبان همراه با خانواده هایشان در پاکستانند و اسلام آباد نفوذ لازم بر رهبری طالبان دارد. سرتاج عزیز همچنان تاکید کرده که اسلام آباد برای کشاندن طالبان پای میز گفتگوهای صلح از تمام نفوذش استفاده میکند. همزمان سفیر افغانستان در اسلام آباد از برگزاری گفتگوهای رودروی صلح با طالبان در آینده نزدیک خوشبین است و امیدوار است تمام گروههای طالبان در این گفتگوها حاضر شوند. زکریای حسنی. هفت روز نخست ماه مارچ، مهلتی که بر بنیاد تصمیم گروه هماهنگی چهار جانبه صلح در این مدت زمانی باید گفتگوهای رو در روی صلح با طالبان صورت گیرد، گفتگویی که میزبانی آن را پاکستان به دوش گرفته است. حالا در آستانه برگزاری این گفتگوها، پاکستان پذیرفته که رهبری طالبان با تمام اعضای خانواده‌هایشان در پاکستان است و اسلام آباد نیز بر رهبری طالبان نفوذ لازم را دارد. رهبری طالبان با تمام اعضای خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند. اسلام آباد بر رهبری طالبان افغانی نفوذ لازم دارد و برای کشاندن طالبان به پای میز گفتگوهای صلح از تمام نفوذش استفاده می کند. ما می توانیم بر طالبان فشار بیاوریم، اما به جای کابل نمی توانیم با آنان گفتگو کنیم. افزون بر این، حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد با خوشبینی از برگزار شدن گفتگوهای رو در رو با طالبان در این مدت زمانی میگوید طالبان نیز صلح میخواهند و از این روند پشتیبانی خواهند کرد. به زودی تمام طرفها هم طالبان و هم دولت افغانستان با هم خواهند نشست تا به منظور پایان جنگ و تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان به یک توافق جامع دست پیدا کنند. در کنار این آگاهان باورمندند که زمینه تامین صلح در کشور فراهم شده است و وضعیت به گونه ای است که از ادامه جنگ نه طالبان و نه پشتیبانان این گروه سود میبرند. اشتراک گروه های متعدد طالبان به خصوص طالبان مسلحی که علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می جنگد بدون شک به یک وضعیت رسیده که اونا ناگزیر به طرف صلح باید بیاند، چون دوام جنگ دیگه به نفع ولی نعمت های طالب ها هم نیست و به نفع خودشان هم نیست. حضور فیزیکیشان را حذف میکنند. کشافات جدید منطقه حتی عربستان سعودی را به عنوان یک کشور ثالث برای آوردن صلح در افغانستان کمک میکنند. با این همه به نظر میرسد کابل برای برگزاری گفتگوهای رو در روی صلح با طالبان آماده است، اما طرف دیگر این گفتگو یعنی طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است. ظاهراً اینک برگزار شدن و نشدن نخستین دور گفتگوهای رودروی صلح در نخستین هفته ماه مارچ نیز به تصمیم این گروه بستگی دارد. تصمیمی که ممکن پس از پایان هفته نخست ماه مارچ پرده از روحیه صلح طلبی و یا صلح ستیزی طالبان برخواهد داشت. در همین حال ترکمنستان توافق کرده که در مسئله صلح افغانستان کابل را کمک کند. در سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به ترکمنستان، کابل و اشخابات همچنان توافق کردند تا برای تامین امنیت مرز مشترک دو کشور و مبارزه با هراس افغانی یکجا تلاش کنند. در این سفر مشاور امنیت ملی دو کشور بر سر تامین امنیت پروژه های اقتصادی و سرعت بخشیدن به کار پروژه تاپی هم گفتگو کردند. سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به ترکمنستان. در این سفر مشاور امنیت ملی با رئیس امنیت ملی، وزیر خارجه، وزیر سرحدات و وزیر دفاع ترکمنستان دیدار و گفتگو کرده است. شورای امنیت ملی میگوید در این سفر آقای اتمر به ترکمنستان، کابل و اشقاباد بر سر تامین امنیت مرزهای مشترک دو کشور و مبارزه مشترک بر ضد هراس افغانی توافق کردند. افزون بر این اشقاباد توافق کرده تا کابل را در مسئله صلح نیز کمک کند. توافق شوی چه ترکمنستان به افغانستان سر د سولی در تیخت به برخه که او در سولی در تامین پهلوزلو که در افغانستان دولت سر کمک کرد. موافقه وشو چه کوشش و تلاش بکی گی دوار دولتنه به تلاش کهوی چه در سرحد در اقتصادی همکاره و او اقتصادی مشارکت پیو مرکز او پیو اساسی دای بدل شی او ایچ حد اجازه ورنکرل شی چه به در سرحد که دوارو هی ودونو امنیت او خلق لستونزو سرمخی. در کنار این، بخشی از هدف سفر آقای اتمر به ترکمنستان را موضوعات اقتصادی و بهبود روابط اقتصادی دو کشور نیز تشکیل می‌دهد. چنانچه در این سفر مشاور امنیت ملی با مقام‌های ترکمنستانی بر سر تامین امنیت پروژه‌های اقتصادی و نیز سرعت بخشیدن به کار پروژه تاپیک گفتگو کرده است. در افغانستان سره در ترکمنستان هیواد در اقتصادی مرستو او همکاری پرتبات خبری وشوی. در افغانستان
د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ترکمنستاني لوري ته د ټاپي په شمول د ادخو یا وقینه ترمنځ د ریل ګاډي د لیکې او افغانستان ته د ترکمنستان د برق د راتیرولو د پروژو د امنیت د تامین په اړه د افغانستان د دولت د امنیت طرحه وړاندې کړله. ترکمنستان همسایه شمالی افغانستان یکی از همکاران اقتصادی کشور پنداشته می شود که همکنون در کنار دیگر روابط اقتصادی کابل و اشقاباد بخش چشمگیری از انرژی برق کشور از ترکمنستان وارد می شود. اما اینک در کنار روابط اقتصادی اشقاباد و گسترش همکاری های امنیتی با کابل نیز توافق کرده است. در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد 3 تن به شمول یک سرباز پلیس کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید 5 مهاجم انتحاری که به ساختمان کنسولگری هند در جلال آباد حمله کرده بودند با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و همه اسباب در آمدند. در این حمله به کارمندان کنسولگری هند آسیبی نرسیده است. امسال کنسولگری هند در شهر جلال آباد چندین بار هدف حمله هراس افغانان قرار گرفت که شمار کشته هم بر جا گذاشت. هدف د هندوستان کنسولګری وه. دوی بریدونه پیل کړل چې یو بریدګری ځان له چاودنه ورکړه. دغه چاودنې په پایله کې یو پولیس او دوه ملکي وګړي شهیدان شول. 19 نور عام وګړي چې په هغه کې مېرمن او ماشومان هم شامل وه دا ټپیان. پېښې څلور نور بریدګر چې دوی غوښتل خپل هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وړاندې تر دې چې دوی هدف ته ورسېږي وژل شوي دي او له منځه وړل شوي. وزارت امور داخله از آمادگی ها برای عملیات در برابر گروه های هراس افغان در بهار پیشرو هشدار می دهد و می گوید این عملیات برای مخالفان مسلح دولت مرگبار خواهد بود. هرچند شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی ساحات کشور از جمله پکتیا و خوست خبر می دهند. آنها تاکید می کنند که ادامه این کار برای شهروندان کشور سخت زیانبار است. زمستان نسبتاً گرم اما نفسگیر برای نیروهای امنیتی کشور. در این سال مخالفان مسلح دولت حتی در چندین ساحه جنگ جوهری را انجام دادند. اخیراً نظامیان کشور در چندین ساحه ناامن کشور پاسگاه‌هایشان را رها کرده و طالبان در آن ساحات جابجا شده اند. به گفته شماری از اعضای شورای ملی از دروز به این سو نیروهای امنیتی چندین پاسگاه امنیتیشان را در ولایت‌های پکتیا و خوست به طالبان واگذار کرده اند. کاری که واکنش اعضای شورای ملی را برانگیخته است. بیزون په خوست و په گردیز و پکتیا که چی علا کردی دی ده دولت دخواه. البته په دولت لاس ور سره لری چی دولت لاس نور سره درلو دی نو سنگ بیزون بیکار کول طالبانو پلاتی ارکل. هیئت اداری مجلس سنا این کار نیروهای امنیتی را پرسش برانگیز می داند و تاکید می کند که جغرافیا به طالب دادن برای مردم پذیرفتنی نیست. چنین یک عمل حرکت از طرف نیروهای امنیتی که به خصوص در ولایت هلمند متاسفانه اتفاق افتاده دی قابل قبول ما نیست، بلکه این وضعیت بسیار نگران کننده است برای آینده ها. ما چون نتیجه ازیره در تفاهم نامه دند غوری بغلان ما دیدیم، بالاخره اون نتیجه از او ای شد که طالبا قوت گرفتن، طالبا آمادگی گرفتن برای جنگ تمام عیار. سناتوران میگویند پس از رخصتی های زمستانی و در نخستین نشست عمومی ایشان در مجلس، مقام های امنیتی را در پیوند به واگذاری پاسگاه های امنیتی به طالبان فرا میخوانند. تعهد ما به مردم افغانستانی است که در اولین نشسته که مجلس شورای افغانستان داشته باشه این مسئله را ما به بحث میگیریم و از نیروهای دولتی افغانستان میخواهیم که در این زمینه برای مردم افغانستان معلومات بدن. اما وزارت داخله میگوید تاکنون هیچ یک از بیزهای امنیتی به طالبان واگذار نشده است. در وزارت داخله در هیچ جایش همچون کاری صورت نگرفته. ما در کل در تمام افغانستان در جاهایی که پوسته ها و پاسگاه های پلیس ملی افغانستان است از یا مواظبت و مراقبت جدی صورت میگیره. وزارت داخله هشدار میدهد که عملیات های ویژه را برای نابودی هراس افغانان در سراسر کشور روی دست دارد. با نتیجه گیری از عملیات های زمستانی ما برنامه دفع حملات و برنامه های عملیاتی بهار سال 1395 روی دست داریم. این پلانش کار شده و انشاءالله این هم با آمدن بهار تطبیق میشه. ما فکر میکنم و خوشبین به این هستیم که در بهار آینده
وضعیت کاملا نسبت به سال گذشته یا به بهار سال گذشته کاملا تغییر میکنه. برخی ها در حال از بلند رفتن میزان خشونت امنی در بهار پیشرو هشدار میدهد که نهادهای امنیتی از کمبود نیروهای هوایی و جنگ افزار پیشرفته و شدت انتقاد میکنند. رهبران حکومت وحدت ملی درباره چگونگی آوردن اصلاحات انتخاباتی ناوقت امروز با هم گفتگو میکنند. اما شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید دارند که مردم از اقدامهای نمایشی حکومت خسته شدند و خواستار برداشتن گامهای عملی و جدی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی هستند. پیشتر معاون دوم رئیس جمهوری گفته بود که رئیس جمهور پیش از آغاز به کار پارلمان فرمان تقنینی صادر میکند و کمیته گزینش هم با ترکیب تازه به کارش آغاز خواهد کرد. سجاد محمدی. ظاهراً با گذشت هر روز زمان به ضرر آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌گذرد، چون رئیس جمهور تنها تا روز یکشنبه فرصت دارد برای اصلاح نظام انتخاباتی فرمان تقنینی صادر کند. پارلمان روز یکشنبه دوباره به کارش آغاز می‌کند. با این هم منابع می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی ناوقت امروز درباره چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و صدور فرمان تقنینی رئیس جمهور در این باره گفتگو می‌کنند. حکومت عادت کرده با صحبت کردن و همیشه رایزنی است، مشوره است و کارهای سمبولیک تشریفاتی است. سر عملکرد حکومت، سر باور حکومت و سر تعهد حکومت بالای برای اصلاحات انتخاباتی ما شک داریم. در این میان سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که وظیفه پیشبرد اصلاح نظام انتخاباتی را دارد، در دیدار با معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد گفته که رئیس جمهور پیش از آغاز به کار پارلمان فرمان تقنینی صادر می‌کند. معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرده که کمیته گزینش با ترکیب تازه به کارش آغاز میکند که در آن رئیسان هر دو مجلس شورای ملی، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر، قوه قضاییه و جامعه مدنی حضور خواهند داشت. اما اعضای کمیته گزینش این کار را نوع معامله حکومت با پارلمان میدانند. اگر باز هم مصلحتی برخورد شود و یک نوع معامله غیر مستقیم میتونه بین قوی مقننه و قوی اجرایه در پروسه باشه. من فکر میکنم حفظ استقلالیت و بی‌طرفی کار کمیته گزینش خیلی دشوار خواهد بود. اصلاح نظام انتخاباتی یکی از بندهای اساسی توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است. اما پس از 1.5 سال از کار حکومت وحدت ملی، آگاهان باور دارند که در این زمینه کارهای جدی صورت نگرفته و اقدامهای اندکی هم که انجام شده بیشتر نمایشی و به هدف فریب اذهان عمومی بوده است. مجلس سنا به رهبران حکومت هشدار می‌دهد که اگر به ناهنجاری‌های موجود در کشور پایان ندهند، تاریخ کارکرد آنان را به بدی خواهد نوشت. معاون دوم مجلس سنا همچنان تاکید می‌کند که رهبران هم در تأخیر اصلاحات انتخاباتی برای مردم پاسخگویند. آقای ایزدیار می‌گوید که حکومت باید با استفاده از هر گزینه‌ای برای اصلاحات انتخاباتی کار کند. ظاهراً تیغ بد مدیریتی رهبران حکومت به استخوان مردم رسیده است. ادامه خشونت‌ها، بیکاری، افزایش مهاجرت‌ها و فساد اداری از هر چیز دیگری مردم را سخت آزار می‌دهند. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، ناامنی که تمامی ناهنجاری‌های موجود در کشور ریشه در آن دارد، بیشتر شده است و حتی طالبان در این دور قادر به سقوط یک ولایت شدند. حالا شهروندان کشور انتظار دارند که انتخابات پارلمانی پیشرو باید در فضای امن، شفاف و بدون مداخله صورت گیرد. هیئت اداری مجلس سنا از رهبران می‌خواهد با برگزاری انتخابات شفاف، اعتماد از دست رفته‌شان را دوباره به دست بیاورند. تدبیر انتخابات و تشکیل قانونی شورای ملی افغانستان که هر دو مجلس باشه، هم ولسی جرگه هم مشران جرگه، به این وسیله ما اطمینان مردم افغانستان، اعتماد مردم افغانستان نسبت به حکومت، نسبت به پروسه مردم سالاری، نسبت به پروسه شایسته سالاری کسب بکنیم تا این اعتماد موجبی شود که ما بریم به طرف ساختن یک نظامی که این نظام از اکثریت مردم افغانستان حمایت داشته باشد. معاون دوم مجلس سنا به حکومت هشدار می‌دهد که اگر نتوانند اصلاحات در انتخابات را به گونه فوری روی دست گیرند، فاصله میان مردم با حکومت بیشتر خواهد شد. هر دلیلی که بوده باشه، با این دلایل باید پاسخ داده شود و برای حل از اون راه و تدبیر جستجو شود تا او منافع کلان ما که او عبارت از اعتماد مردم ما است، عبارت از قانونمندی نظام ما است، عبارت از رفتن به نهادین ساختن دموکراسی و مردم سالاری است، با او ما دچار مشکل نشویم.
این در حال است که رهبران حکومت نه تنها در جریان پیکارهای انتخاباتی بل در نخستین روز ایجاد حکومت وحدت ملی برای شهروندان تعهد کرده بودند که انتخابات را در زمان معین در فضای امن و به گونه شفاف برگزار می کنند و به خواستهای مردم نیز پاسخ مثبت خواهند داد. تعهدهایی که تاکنون هیچگاه عملی نشده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که به زودی جلو فروش سیم کارت های غیر قانونی گرفته می شود و سیم کارت های شرکت های مخابراتی به گونه معیاری و الکترونیکی ثبت خواهد شد. گزارش داریم در این مورد از تمیم شهیر. مرکز خدمات مشتریان شرکت مخابراتی روشن. در این مرکز خدمات مخابراتی و اینترنتی به باشنده های کشور فراهم می شود و پایتخت نشینان می توانند مشکلات مخابراتیشان را در این مرکز برطرف کنند. در این مرکز فروشات و خدمات ما سهولت ها و تکنولوژی های تازه را فراهم ساختیم که نه تنها یک تجربه متفاوت خوبی را برای مشتریان ما ببار می آورد، بلکه در عین حال نمایندگر از تعهد ما برای حمایت از هموطنان عزیز ما، از اقتصاد کشور ما و از افغانستان عزیز ما می باشد. فروش سیم کارت های غیر قانونی به ویژه در کنار جاده ها مشکلات امنیتی را به بار آورده است. در این مراسم مسئولان در وزارت مخابرات وعده می دهند که به زودی جلو فروش این سیم کارت ها گرفته خواهد شد. سیم باکس ها یعنی عرضه خدمات مخابراتی به شکل غیر قانونی از طریق سیم باکس ها امروز یک پروبلم است. اگر صف و راجستر سیم کارت ها صحیح صورت بگیره، این مشکل خود به خود حل است. ما هر چی تلاش میکنیم این موضوع حل نمیشه. زیادترین سرمایه گذاری در 13 سال گذشته در بخش خدمات مخابراتی بوده است که سرمایه گذاران نزدیک به 2,500,000,000 دلار در این بخش سرمایه گذاری کردند. خبرنگاران نمایشگاه فرارده های ایران در افغانستان را تحریم کردند. این نمایشگاه هنگامی تحریم شد که وزیر تجارت و صنایع ایران همراه با وزیران تجارت و معادن افغانستان از زمان اعلام شده 3 ساعت دیرتر در مراسم حضور یافتند که باعث اعتراض خبرنگاران شد. باسم تمیم شهیر. سرانجام حوصله خبرنگاران به سر رسید. یک کمک بند است، فقط در 100 متری هتل رسیدن. از حوصله‌مندیتان بسیار زیاد سپاسگزاریم. اینجا مهمانایی هم داریم. وسایلشان را جمع می کنند تا مراسم 3 نمایشگاه فراورده های ایران در شهر کابل را به سبب دیر رسیدن مقامات دو کشور ترک کنند. از 9 بجه پیش از چاشت تا 12 و 20 دقیقه پس از چاشت خبرنگاران برای پوشش خبری این نمایشگاه منتظر شدند، اما مراسم گشایش نیافت. زیرا گشایش مراسم نمایشگاه در گرو وزیر تجارت و صنایع ایران و نیز وزیران تجارت و معادن افغانستان بود که در سالن تشریف نداشتند. ما امروز ما شاهد ازی بودیم که تقریبا 3 ساعت ما منتظر ماندیم، اما بازم برنامه از اینا شروع نشد و این خود نشانگر ازی است که اینا به آزادی بیان و اهل مطبوعات ارزش قائل نیستند. این چندین بار اتفاق افتاده و ما در سطح کلان از حکومت میخواهیم تا این مسئله در شورای وزیران نهایی بسازند و به چالش خبرنگارا پایان بدهند. برخی خبرنگاران میگویند که دولت همواره به خبرنگاران به چشم حقارت مینگرد و هیچگاه به آزادی بیان احترام قائل نیستند. که هیچ وقت مقام های حکومتی افغانستان نه به رسانه ها احترام داشتند و نه هم در مورد مسائل ملی که اتفاق می افته. امروز رسانه ها جمعا به گونه اعتراض آمیز به خاطر از اینکه 3 ساعت منتظر جناب عالی ها بودند مجلس را ترک کردند و نمایشگاه همچنان از طرف تمام رسانه ها مورد تحریم قرار گرفت. بیش از 120 شرکت ایرانی و افغانستانی در بخش‌های مواد غذایی، مواد ساختمانی، تجهیزات طبی و کشاورزی فرآورده‌هایشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند. در خارج از افغانستان، دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا وصیت‌نامه دستنویس اسامه بن لادن و 112 مدرک دیگر متعلق به او را منتشر کرده است. بن لادن در وصیت‌نامه خود خواسته است تا بخش بزرگ 29 میلیون دلار ثروت او در جهاد مصرف شود و بقیه آن را بین بستگانش تقسیم کند. هنوز مشخص نیست این پول در کجا نگهداری شده و اینکه پول نقد بوده و یا به صورت ملک و جایداد مبهم است. این اسناد نشان می‌دهد رهبر سابق القاعده احتمال میداد است که کشته می شود. رسیدیم به پایان مهمترین های امشب. سپاسگزاریم که با ما هستید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.